سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به سرنوشت تلخ مرجان، خواننده قدیمی قبل از انقلاب و فوت عجیب و جنجالی ایشون پرداختیم. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو حتما بزنید تا اول از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. شهلا صافی ضمیر با نام هنری مرجان، متولد 22 تیر 1327 در تهران و در خانواده‌ای کاملا هنری و فرهنگی چشم به جهان گشود. پدرش علی صافی ضمیر از مدیران وزارت راه و مادرش کبرا بهمنی آموزگار مدارس ابتدایی بود. از همان دوران کودکی به کارهای فرهنگی و هنری علاقه بسیاری داشت، تا جایی که در سن 12 سالگی به عنوان مجری وارد صدا و سیمای تلویزیون ملی ایران شد. حضور در تلویزیون ملی ایران در آن سالها نسبت به امروز امری عادی تر بود، اما نمیشه از استعداد و علاقه مرجان نسبت به کارش گذر کرد. اون پس از گذروندن دوره دبیرستان با مهدی علی محمدی که خودش هم گوینده و مجری تلویزیون بود ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دختری به نام پوپک بود. شهلا صافی ضمیر در سن 21 سالگی برای نخستین بار در فیلم دنیای پر امید به کارگردانی احمد شیرازی بر پرده سینما حاضر شد. در اون زمان چون شهلا ریاهی با نام شهلا معروف شده بود، نام هنری مرجان رو برای خودش انتخاب کرد. او پس از جدایی از همسر اولش با مهدی ژورک با نام اصلی فریدون ازدواج کرد. مرجان از هنرمندانی بود که از آغاز بازیگر سینما بود و در فیلم‌های بسیاری بازی کرده بود. مرجان اما وقتی به شهرت و معروفیت بیشتری رسید که شروع به خوانندگی و کارهای موسیقی کرد. راه ورودش به دنیای خوانندگی رو همسر دومش یعنی فریدون ژورک براش باز کرد. ژورک که دستی در سینما و هنر داشت به استعداد خوانندگی مرجان پی برد. اما اون چیزی که سبب شد مرجان به شکل جدیتری به خوانندگی فکر کنه آقای بابک بیات بود که به گفته مرجان صدای اون رو در محفلی خانوادگی شنید و سخت تشویقش کرد که وارد دنیای خوانندگی بشه. اونطوری که مرجان تعریف کرده، بابک بیات، واروژان و پرویز مقصدی یک سالی به اون اصول اولیه خوانندگی رو آموزش دادن و همزمان به پرورش صدای اون هم پرداختن تا اون رو به عنوان خواننده‌ای متفاوت به جامعه هنر و موسیقی ایران معرفی کنن. از جمله ترانه‌های ماندگار خانم مرجان میشه به ترانه ای شکسته تو شکستی با آهنگسازی عماد رام اشاره کرد. اولین ترانه مرجان رو پرویز مقصدی ساخت به نام دودونه که با تنظیم واروژان توی یکی از برنامه‌های صبح جمعه رادیو برای اولین بار پخش شد. پس از اون با آهنگسازانی چون تورج شعبانخانی، واروژان، منوچهر چشم‌آذر به عنوان خواننده همکاری کرد تا در کارنامه کاری خودش نزدیک به 20 ترانه رو به جای گذاشت. ترانه‌ای که از اون در اذهان علاقه‌مندان به موسیقی پاپ خاطر انگیز شده، کویر دل نام داره که برداشتی بود از ترانه فرانسوی با اجرای دالیدا که مرجان به توصیه اریک ارگانت و تنظیم اون در سال 56 اجرا کرد. این ترانه قبل از اون هم توسط خواننده ترکیه‌ای آژدا پیکان نیز به زبان فرانسوی اجرا شده بود. اون ترانه های پرنده تنهام، جفت سلیمان، حسود، خونه خالی، دودونه، سایه ها، سکه ماه، قصه، قمری، کویر دل، کی صدا کرد منو، من همینم و تکیه برباد رو اجرا کرد و با شرکت در شوهای تلویزیونی میخک نقره‌ای و رنگارنگ محبوبیتش بیشتر شد. شاید خیلی از ماها فکر کنیم که مرجان اکثر زمان پس از انقلاب رو در خارج از کشور سپری کرده، اما اینطور نیست. ایشون تا سال 2006 در ایران بودن، سپس به کشور آمریکا رفتن. مرجان در 17 خرداد 99 در سن 72 سالگی بر اثر ایست قلبی در پی یک جراحی درگذشت. رسانه‌ای در پی اظهارات اطرافیان وی علت درگذشت مرجان رو خطای پزشکی اعلام کرد.
پیکر وی در آرامگاه پاسیفیک ویو مموریال پارک در نیوپورت بیچ ایالت کالیفرنیا به خاک سپارده شده. او در واپسین سالهای عمر خودش در لس آنجلس زندگی میکرد. در گذشته مرجان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و بسیاری ترانه‌های معروفش رو به اشتراک می‌ذاشتند. شهلا صافی ضمیر در طول سال‌های فعالیت هنری خودش در سینما با هنرمندانی چون فردین، بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی و رضا بیک ایمانوردی، ایرج قادری، سعید راد و عارف به ایفای نقش پرداخت. خواننده هایی مثل اهدیه هم در چند فیلم با ایشون همخوانی داشتند. مرجان بعد از انقلاب دو بار دستگیر و زندانی شد و تا سال 69 در زندان بود. پس از آزادیش از زندان 17 سال ممنوع الخروج بوده. مرجان از سال 40 تا 57 توی بیشتر از 30 فیلم سینمایی بازی کرده و این فعالیت زیاد و بازی درخشانش اون رو به یکی از محبوب ترین بازیگران قبل از انقلاب تبدیل کرده. از جمله فیلم‌های اون میشه به مرد اجاره‌ای، مادر جونم عاشق شده، مرغ تخم طلا و کاکلزری اشاره کرد. بعد از چندین دهه هنوزم آهنگ‌های زیبای مرجان، مخصوصاً اون‌هایی که قبل از انقلاب اجرا شدن، در بین همه نسل‌ها طرفداران زیادی دارند. صدای مرجان برای همیشه در قلب عاشقان موسیقی ایرانی ماندگار است. روحش شاد و نامش جاوید. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه این ویدیو شاهد عکس‌های زیبا و خاطر انگیز این خواننده محبوب و خوش صدا باشید. مرسی از اینکه تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودین. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین پست با ما به اشتراک بذارید.